فردا هر دوشون برمیگردن. امشبم یکم خب برخون. آره. نوه‌های رفیقن. نمیخوام یه مو از سرشون کم بشه. نمیشه. تا وقتی من زندم هیچ کس نمیتونه این بچه ها را اذیت کنه. نه اونا رو، نه دخترامو، من نه تو رو. تازه پسرمونم داره میاد. نه اصلا، مگر نه؟ آره. ما پسرم عید شیر ازت مراقبت میکنیم. نگران نباش. بهادینم. بیا بریم دیگه. عزیز دلم. این بچه. من دارم همینو میگم. میخوام غافلگیرت کنم. بیا نازنکا بیا. بیا. بیا دیگه. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت. تو انبارمون بوده. توی انبار رستوران. قدیمیه ولی به درد میخوره. مادرم روی این بزرگم کرده. تو هم پسرم رو سوارش میکنی حسنا. عزیز دلم. پسر ما. مامان. عارفه. خیر باشه دخترم. بابا ما میخواستیم یه کلاسی بریم. چه کلاسی؟ کلاس ورزشی. چی؟ من روزها رو کار میکنم بابا، میخوام کلاس شبانه اسم بنویسم. میشه جیلانم همراهم بیاد؟ ها میخواید ورزش کنین دخترم؟ ماما برو عارفه. ای بهادین این چه ورزشیه آخه؟ ماما بابا دختر بیچاره حق داره دیگه، تمام روز تو رستورانه، میره اونجا دوست عینی آنتپی پیدا میکنه، باشون ورزش میکنه. خواهرتو بردار باشه؟ بذار بره حسنا. عارفه ممنونم بابا. ممنون بابا. دیر نکنید. باش. نه 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 خیالتون راحت. خیالت راحت. آبجی غذا حاضری. بره. بره. اسم تو رو هم می نویسیم یادگار. بنویس. یادگار بجوم دیگه. آها باشه. شناسنامت همراهت دیگه نه؟ آره هست. اول مال شاهدا رو میگیرن. باشه. خیلی خوب ما رفتیم. تو حاضری؟ آره حاضرم. بریم. برگه ای که بچه ها با جارو افتادن دنبالشو تو با دست خودت برداشتی دادیم به خلیل به تال. چه میدونستم به آجون؟ به نظر من آدم بدی نبود. من تو صورتش حاله نور دیدم. آره از صبح تا حالا داره ازش تعریف میکنه. خب چی نوشته بود؟ تونستیم بفهمین؟ نه امی برگه رو گرفت و رفت. پس دیگه رفت. نه به این راحتی هم نیست. امروز پرسجو کردم. تو آنتپ یه همسایه داره که دوست منه، مبجل. عروسش گوشی رو برداشت، گفت مامانم رفته مهمونی، فردا زنگ میزنه همه چی رو میگه. وضعیه برگر رو از کجا بدونه حسنا؟ برگر رو نمیدونه بهادین، ولی میدونه این چه کاسه زیر نیم کاسشه. قبلا با خلیلینا رابطه خیلی نزدیکی داشتن. ناراحت نباش فردا میفهمی انشالله. آره ببین خدیجه جان، ما باید زودتر برگردیم. این بهشون بگو. باشه به تو. بگو. باشه به تو میگم. باشه دیگه. آچی خیر باشه دخترم. چی میخوای بگی؟ میگم داداش یادت گفتم میخوام یه چیزی بگم. صبح سر بحثو باز کردم ولی بعد نشد که بگم. آره چیه دخترم؟ آبجی ما تصمیممونو گرفتیم. شکر هر دوتو؟ بله با جون. یعنی اگه شما هم صلاح بدونین، یعنی همون جوری که داداشم گفت جای من پیش شوهرمه. آره آره دیگه، برای همونم ما بعد ازدواج میریم به این. کی؟ فوراً با آجون میخواییم عروسیمونو بگیریم دیگه، لازم نیست سب کنیم. میدونی میخواید برید ولی اینجوری فوری که نمیشه. میخواید اونجا بمونید دخترم؟ بله همونجا میمونی واسه همیشه؟ بله بله.
باشه دخترم. اتل جان. هر جور خودتون بخواید. ممنونم باجو. مهدین بشقاب تو بده یکم برات کوفته بیارم. آه دیگه نمیخورم. تو حالا بده. خدیجه جان. خوبی؟ کجا موندید پس عارفه جان؟ همین که بابام اومد راه افتادیم دیگه. اوضای خونه چطوره؟ خوبه. خوب چطوره؟ خیلی خوبه. خاله حسنا چطوره؟ هنوز از دست من عصبانیه نه؟ نه بابا، مامانم الان که مشکل دیگه داره. یعنی باید داشته باشه. حتما آبجی هاچیک بهش گفته دیگه. چیو گفته؟ دارن از اینجا میرن. چی؟ آره آبجی هاچیک داره از اینجا میره. واسه همیشه؟ آره. ای بابا شانسو ببینم. آبجی بده من ببرم. نه دخترم، تو زحمت نکش، بذار تا هستم خودم کمک کنم. دیگه زیادم نمونده آبجی. بیا بیا عزیزم، بیا دخترم آبجی. تو مثل مادرم. بذار کوفته رو میارم. حتما خاله حسنم خیلی ناراحت شده نه؟ این آبجی هاچیک از وقتی که یادش همیشه با ما بوده. وقتی بچه بودم منو دعوا میکرد، ولی اونو نه که ناراحت نشه. شبایی که میترسید پیش خودش میخوابوندش. آبجی هاچیک مثل دختر خود خاله حسنست. مامانم هم ناراحت میشه. راستی مامانت چیزی نگفت؟ واسه اینجا اومدنت میگم. نه جیلان چی میخواد بگی؟ با بابام نشستن تو خونه. حالا از شاهدامون میپرسم، شنیدید که زوج جوانمون گفتن میخوان ازدواج کنن، شما هم به این لحظه خوششون شهادت میدید؟ بله. بله. لطفا امضا کنید. شاهد هم امضا کنن. بچه های من، سیر شدید یا نه؟ سیر شدیم. خیلی خوشمزه بود. آفرین به شما، نوش جانت یارن جان. نوش جان، از این به بعد هرچی بخواید همون میشه. چند ماه دلم براتون تنگ شده. واقعا میگی؟ آره دخترم، تنگ شده، تنگ شده، تنگ شده. خب چرا اصلا بهمون زنگ نزدی؟ از حماقتم بود یونس جان، از حماقتم بود. میدونید؟ من یه بار ازدواج کردم، اونم همه چیزمو به هم ریخت. بعدم نتونستم زنگ بزنم. با خودم فکر کردم دیگه شماها منو دوست ندارید، نمیخواید منو. این چه حرفیه بابا، ما تو رو خیلی دوست داری. بازم میخوای بری؟ نمیرم.
قسم خوردم خانوادمو بسازم. حالا بگید ببینم یارن جان، یونس جان، شماها کمکم میکنید خانوادمونو دوباره بسازین؟ قول میدید کنار باباتون وایسید؟ خیلی خوب بود مگه نه؟ خیلی خوب بود. گفتن صبح زود با هم صبحونه میخوریم. آره میخوریم. اتاق تو اون طرف دیگه. اون طرف. پس دیگه دیر وقته، تا دیرتر نشده. بریم دیگه. بریم؟ جدا میشیم. پس شب بخیر. فردا میبینمت. میبینمت. تو اونجایی؟ آچیک بفرما آبجی. تو به گریه من نگاه نکن دخترم. مادرها گریه میکنن. مادرها دوست ندارن بچه هاشون برن. آبجی، ولی پرنده هم آخرش از لونش پرواز میکنه میره. تو هم حق داری، تو هم باید پرواز کنی، باید لونه خودتو درست کنی. آبجی تو رو خود اونطوری نکن. چرا چرا، قانون دنیا همینه. تو درست ترین تصمیمو گرفتی، ولی بدون تو همیشه دختر مایی. این که نه، حتی اگه اون سر دنیا هم بری، یه پدر و مادر، یه خانواده داری که اندازه دنیا دوست دارم. هیچ وقت اینو فراموش نکن عزیزم. آبجی دخترم، دخترم، دخترم. ای وای، پس آب جیهاد چیکم داره میره؟ آره آره دیگه. دست راستش رو سر ما. چی شد؟ خاله بهیه اینجا. کجاست؟ Thank you.
علی اونجا هم داداش؟ داداش نمیتونم نگاه کنم که نگاه کنم میبینه تن ماهر تو نگاه کن اونی که علیو ببینه من رو راحت تر میبینه دیگه وای بدبخت شدی ماهر یه کاری بکن مطمئنی خوشخنده؟ بلنشی؟ نه نمیشه چجوری بلنشی؟ نباید بلنشی پس همینجا بشینیم شاید ندیدن رفتن نه؟ اونجان داداش اونجان چجوری نبینن آخه بدبخت شدی من بدبخت شدم اول من بعدم تو مامان سکته میکنه باور کن نمیکنه داداش چی شد داداش؟ میریم کجا؟ تو آب چی؟ چاره دیگه ای هم داری؟ تو تاریکی نمیتونن دنبالمون بیان میپریم تو آب فکر کنم دیوونه شدی علی یک صبر کن داداش به هوای قایم شدن خفه نشیم یه وقتی اینجا بی خیال دو من هستم منم همینطور بجون بلی خیلی خوب پس حاضرید؟ حاضری سه ماهر چقدر سرده جیلان بیا اینجا بیا اونجا چه خبره جمال؟ هیچی بابا نه یه چیزی شده؟ نه بابا چیزی نیست علی با تو هم جیبان یادگار یونس جونم یارن جونم بگید ببینم کنار باباتون هستید؟ آفرین پسرم تو چی یارن جون؟ منم هستم آفرین به شما دیگه از هم جدا نمیشیم سرآشپز بله ندیم شرمنده سرآشپز صبحانه حاضر باشه ندیم الان ندیم رفت میتونی پلک بزنی نه فکر کنم دید ببینه مگه چیه بیا بریم مراقب نوشه جان همه چی رو که تموم کردین ایلهام بفرمایید سرش باز این چه حرفیه ندیم میشه تو بری اون طرف بفرمایید سرش باز ممنون راستی سرش باز دیروز شلوغ شد یادم باز استاد تعمیرش کرد چی رو؟ ساعت تو آها کار میکنه معلومه که کار میکنه هیچ وقت وسط را ولم نکرده این ساعت سرآشپز معروفه یه روز تو ایتالیا یه بی دست و پا میندازتش زمین سرآشپزم وسط آشپزخونه یقه طرف رو میگیره داستان داره آقا جیدان آره ببینمش سرآشپز صبحونه تو بخور ندیم بخور دیگه ممنونم خوب گوشاتون رو باز کنید اسم نقشمون برخورد تصادفیه اول باید یه غذای عالی تو رستوران بخوریم بعد هم تو خونه با هم گرم بگیریم باشه بابا امروز مادرتون هر کاری خواست باید بکنید دخترم به هیچی اعتراض نکنید چون اگه ما هر کاری اون بخواید بکنیم اونم هر کاری ما بخوایم میکنه
خب بگید ما چی میخواییم؟ دوباره داره هم جمع بشیم. آفرین دخترم، آفرین. یونس جان، پسرم، شنیدی چی گفتم؟ حواست هست؟ با دیوار حرف نمیزنم پسرم، دارم نقشمونو تعریف میکنم. من بعدم بهش میگم بابا. اگه به این باشه دخترم، خانواده که هیچی، بابی رو هم نمیتونه نجات بده. یونس اونو بذار کنار دیگه. دخترم، بعد از رستوران حتما باید بیایم خونه. ببین، عکسا رو قاب کردم، نوشته ها رو هم نوشتم. مادرتون وقتی غذایی که دوست داره رو بخوره و اتاقهای شما رو ببینه دیگه نمیتونه تحمل کنه. خیلی خوب، نقشه رو فهمیدید دیگه؟ فهمیدی. آفرین دخترم، آفرین به دختر من. ای خدا، ای خدا، خدا به هر دختری پدر بده، واقعا هر پدری دختر بده. خب دیگه دخترم، برو اون تلفن رو بیار. بودو بودو دیگه، بودو 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 بودو. عمه ها گریه و زاری نداری؟ نداری. میگم هاچیک، خیلی هم خوبه که داری میری این بهترین گوشت و سبزی خشک اونجاست. کاش ما هم میرفتیم. هاکی میره؟ گفتیم دیگه شب ساله. شب بعد هنو بندون میره این. صبح دیدمش، همش داره گریه میکنه. ما هم واسه همون باید شاد باشیم، ناراحتیمونو نشون ندیم. همش بگیم و بخندیم، فیلم بازی کنیم. اسکارش هم تو میگیری حسنا. به خیر و سلامتی دخترمونو راهی کنی. فکرش پیش ما نمونه. تو نگران نباش. شما اینجا چی کار میکنید؟ جلسه داریم. نمیخوایم ناراحتیمونو به آبجی هاتشیک نشون بدیم. بابا تو رو صدا. عافیت باشه عارفه. ممنونم همه چو. عارفه، فکر کنم کلاس ورزشت حساسیت زا بوده دخترم. از صبح داری عطسه میکنی. چه ربطی داره آخه ماما؟ چه ربطی داره عارفه؟ این میکروبا اگه به بچه برسن. علی، این کی خیس شده؟ نمیدونم. خیس خالیه پسرم. رفتی تو آب؟ این شلوار کجا خیس کردی؟ نه ماما، نخوی برش برم تو آب. پس چی؟ بهیه بجام، داره دیرمون میشه. باشه اومدم. امروز سر بهایدین خیلی شلوغه. کی نیست جمال؟ بیچاره داره دخترشو بدرقه میکنه. یه روز دخترشو بدرقه میکنه، روز بعدش داره زنشو میبره بازار، روز بعدش خواهرش کار داره. کار مال اوناست ولی ما انجامش میدیم. علی، علی پسرم. بله بابا. ببین، مامانت عصبی شده، دیشب به زور از کنار دریا آوردمش این بر. گفتم نه بابا، اونا بچه های ما نیستن. بابا من دیدم، این کار نکن. بعدشم اون وقت شب تو اسکله شما چی کار دارید ها؟ چیزی بینتونه؟ با جیلان؟ ببینم نکنه مادرت راست میگه. اگه باشه، اگه نامزدی تو به خاطر جیلان به هم زده باشی، نمیتونم جلوی مادرتو بگیرم. علی بیا راستشو بگو. بابا اگه نکنی، مادر تا قضیه رو برمرا نکنه ولتون نمیکنه، همه جا رو به هم میریزه. ای وای ببین چیا پخته. آره، واسه فرفریم پیراشکی پخته. خدا میدونه دیگه کی میخوره، کی براش میپزه. ما میپزیم دخترم. آره پیراشکی که کاری نداره. آره پیراشکی، تخم مرغ، لقمه گوشت. نه بابا، پیراشکی های آبجی هاتشیک چیز دیگه. عارفه راست میگم دیگه، مال تو چسبناک میشه ماما. آبجی هاتشیک واقعا دلمون واسه غذا تنگ میشه. خب واسه همه چی تنگ میشه. ممنون عزیزم. خیلی خوب دیگه، بیخیال از چیزای خوب حرف بزنیم. مطمئنی آبجی هاتشیک واقعا میخوای بری؟ آره. عارفه تو حرف دیگه ای نداری بزنی ها؟ نه آبجی، تو هم وسایلتو جمع کردی؟ آره جمع کردم. بهایدین بعد از هنوبندون میری. شما کجا میری؟ ها؟
این چرا؟ قبل از عروسی که دختر رو تنها نمیذارن عارفه. خب پس یکم صبر میکردی عمه. میخوایم همه با هم بریم عروسی دیگه، واسه چی عجله میکنی؟ یا عجبا، اینم شده وکیل وصیه حاجیک. واسه چی صبر کنه دخترم، شب میره عروسی داره. امه من میرم باز کنم، تو بشین جیلن جان، من خودم میرم. این دختر، مگه نگفتم نباید نشون بدیم؟ این چه کار مسخره‌ایه مامان؟ اون نمیفهمه ما ناراحت شدیم؟ عارفه چیه؟ بخوری بخوری سبولت رو بخوری. توت خوردم منو گرفت، عشق منو خوش کرد. امان این چه جور عشقی آخه؟ اونی که رفت فراموشم کرد. خدیجه جان اگه با هم نمی اومدی این آهنگو پشت سرت میخوندم. خوش اومدین. صبح بخیر دختر قشنگم. صبح بخیر مامان، صبح بخیر. بفرمایید تو خانما، بیایید گروه هنابندونتونم حاضره. بفرمایید. ندا بیا دخترم. خوش اومدید نور حیات خانم. ممنون آقا بهاءالدین. اومدیم دخترتونو ببریم بها جون. بتال سر صبح شروع نکن خواهش. تو هم خوش اومدی دخترم. نور حیات. ندا جواب بده دیگه دخترم. عینیه، فامیل یکی از آشناهامونه، هیچ کس رو نداره. بی کس و کاره، بی کس و کار بیچاره است. سب کن بتال، برو بشین، برو اینجا با این نصف ببینم، برو عیزم، برو برو دیگه. ندا بیا اینجا، بیا تو دیگه، دم در وای نستا. دیدیم دارین بچه دار میشین، به یکی نیاز دارین کمکتون کنه. شما هم خیلی دل گندید، اگه یه خیری برسونید این بیچاره هم یه سقف بالا سرش میاد. ندا دخترم برو دست عمو بهاءالدین و خاله حسنا رو ببوس عزیزم، برو. هاچی هاچی آی چرا ناراحت میشی دخترم؟ داری عروسی میکنی عزیزم، میری خونه یه خودت. مگه همینو نمیخواستی آبچی قشنگم؟ آره میخواستم، ولی من از در بیرون نرفته، اون ندا از پنجره اومده تو. چی دختر مگه میشه؟ آی من اصلا خبر نداشتم، نور حیات سر خود این کارو کرده. چرا مگه تو نمیگفتی یه هاچیک بره یه کمک لازممون میشه ماما؟ عارفه دست دیگه دختر، زبون دراز. دخترم آی تازه چون نور حیات آوردتش سریم قبولش نمی کنیم. اگه بکنیمم تو جای خودت، اونم جای خودش. آی بیا عزیزم، بیا عزیزم، بیا گلم. همش تقصیر تو بود. آها چی تقصیر من بود؟ برو ببینم. زیبای من. خب حالا به بچه ها چی بگم؟ ببینیم بچه ها، شاید یه زندگی جدید بسازیم، دوباره یه خانواده بشیم. شاید یکی بیاد تو زندگیتون که خیلی دوستتون داشته باشه. وای چه جوری بگم جیوان؟ یادگار. خیلی خوب، باشه باشه میگم. همین که حرف زدی به من خبر بده، باشه؟ باید یه جای دیگه هم بریم. کجا؟ میخواییم با هم دیگه یه قدمی بزنیم. چه قدمی برداریم جیوان؟ ببین تو بازم یه چیزی تو فکرت هست. یادگار تو خبر بده، بقیهش با من، دخالت نکن. نه
خب دیگه حرفامو یادتون مونده؟ همین که مامانم اومد میای. تو چی؟ فعلا نوبت شماست پسرم. نوبت منم میرسه باشه؟ همونطوری که گفتیم یارین جان. خیلی خوب باشه؟ باشه. وای قربون اون زبونت که باشه میگه برم. برید ببینم. شما افتخار باباتونید عزیزای دلم. بیاید برید. بیاید برید. برید. بیاید برید. خیلی کار داریم. دو کیلو مغز بادوم. پسترم نوشتی عارفه؟ نوشتم دیگه چی؟ هاچیک دخترم اینم بگیر. میخوای من اندازش کنیم امی؟ نه این واسه جوونی های منه. مامانم داد برام بدوزم ولی قسمت نشد بپوشمش. دستوزه. پیش تو باشه. شب میپوشیش. ممنونم. ای به جنبید دیگه، خیلی کار داریم عمه ها. لباس هست، آرایشگاه هست، به جنبید. من حاضرم، تو خودت حاضر شو. دیگه چی ماما؟ ای بابا دخترم، تو هم همش دیگه چی دیگه چی میکنی؟ نوشیدنی وسایل هنو بندون بنویس بنویس. بشین دیگه ندا جان. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. فقط اونجا جای آبجیمه، بلند شو. گفتم بلند شو دیگه. اوه ببین کیا اومدن. حالا حسنا اومدی فرفری؟ خوش اومدی یاره. ممنونم چی جیلن. چی کار کردین یاره؟ این چطور بود؟ خیلی خوب بود، بابام برامون اتاق آماده کرده بود. آه چی بهتون داد؟ همبرگر. ای یونس من که گفتم بدیم غذا ببرن. بابا بزرگ بهایدین کجاست؟ فرفری اون امروز خیلی کار داره، برای هنو بندون حاضر میشه. هنو بندون چیه؟ هنای هندی. اون دیگه چی اوسا؟ من چه میدونم پسرم، من چه میدونم. هاچی گیر داده میگه عروس دوماد باید هنای هندی داشته باشن. اونم هر جایی پیدا نمیشه. شما برید همه جا رو بگردید، اصل و با کیفیتش رو پیدا کنید، وردارید بیارید و بدید. امروز روز آخریه که اینجاست، هر چی بخواد باید بهش بدید. چشم اوسا باشه. بیا اینم سویش، خونه شلوغه، هر که هر جا خواست برد ببریدش. منم ماشین دارم اوسا. خوبه، حواستون باشه، مشکلی پیش نیاد، حواستون به همه چیز باشه. چشم اوسا نگران نباش حسن. بجنبید ایزم، بجنبید. هاچیک عزیزم، نور چشم. بریم داداش. این چه وضعشه داداش؟ چی مگه؟ کتو شلوارتو میگم. آره دیگه داداش، از این به بعد دیگه این چوریه. خاله حسنا با گم کن ما رو آدم حساب نکرد، همینه دیگه میبینی. دیگه هم تو هر کاری دخالت نمی کنم، میخوام سنگین رفتار کنم. خوبه خوبه. راستی مامانم صبح شلوار خیسمو پیدا کرد. خب هیچی دیگه، مامانم دنبالمونه. مامانت این همه انرژی که رو ما میذاره رو علم گذاشته بود، الان تو حالا پروفسور شده بود. مگه میشه آخه بابا؟ دخترمون داره میره. آره جمال. میره دیگه، داره ازدواج میکنه. آره ولی منم سختمه، هیچ کسو نداره. اگه اونجا مشکل پیدا کنه دلش میگیره. خب اون وقت تو به دادش میرسی. نه هاچی خیلی تو داره، به من نمیگه. ولی پسره رو صدا کردم باش حرف میزنم. کدوم پسره؟ ببین بتال جان چرت و پرت نگو، اعصاب داداش بهایدینم هم خورد نکن باشه. قرص قمرم، من آداب معاشرت بلدم، حرف دهنم هم حالیم میشه. تازه بهاجون از این به بعد بابای منم هست دیگه. آره اون همین جوریش هم ناراحته، جیگرش کبابی. یعنی چه جیگرش کبابی؟ هیچ کس جیگرش کباب نیست قرص قمر من، مگه نه؟ ببین دوست همیشه حرف راست رو میزنه، ولی من از دوستم به تو نزدیکترم عزیزم، من شریک زندگیتم. ببین مامان حسنا خوشحاله، امام که همش تو دنیای خودشونن، دخترم که مگه نه؟ بازم کی بیشتر از همه به فکر توه؟ من بتال. مامان، مامان جون، مامان عزیزای دلم، یونسم، یارنم، دلم براتون تنگ شده بود. آبجی آره بچه هست دیگه، آدم اگه یه روز نبیندش
دلش هزار راه میره. یادگار جان، امروز ما هم خیلی خوشحالیم. شب هنو بندونه ها چیکه؟ آره، روز آخرش تو خونه باباشه. داری میری ها چیک؟ ایشالا روزای خوبی پیش رو باشه. ایشالا ایشالا. یادگار جان جیوان نیومد؟ نه آبجی، کار داره. چی کار داره؟ نکنه رفته دنبال اون یکی تو رو ول کرده دختر ها؟ نه آبجی، ول نکرده. نه؟ اوش. چی شد؟ هیچی، امروز برای من روز خیلی مهمیه. اینجا خیلی جای قشنگه ماما، مگه نه؟ آره دخترم قشنگه، ولی از کجا به ذهنتون رسید؟ گیر دادین ماهی میخواییم. حوض کردیم دیگه. ولی یونس که ماهی دوست نداره. نه مامان، اصلا اون دلش خواست. مگه نه یونس؟ آره. در واقع خوب شد تنها موندیم. منم میخواستم یه چیزی بهتون بگم. در چه موردی؟ همیشه من میگم باید حرف بزنیم، باید حرف بزنیم. خب یعنی ما از آنتپ اومدیم اینجا، خدا رو شکر محتاج هیچ کسی نشدیم، هر ستامون همیشه پیش همیم. اما زمان زیادی گذشته، شاید یه آدم جدید به همون اضافه بشه، شاید بازم یه خانواده بشیم. با بابا؟ نه با باباتون نه. تو هم گوش بده یونس جان، اینو بده، اینو بده ببینم. باباتون همیشه باباتون میمونه، اون دوستتون داره، به فکرتونه، ازتون مراقبت میکنه، ولی خیلی وقت مسیر ما از هم جدا شده، اون قضیه خیلی وقت تموم شده یاره. پس چجوری میخواییم خانواده بشی؟ خب شاید یه آدم جدید بیاد، یکی که هممون خیلی دوستش داریم و اونم شما رو خیلی دوست داره. چرا؟ چرا که نه؟ تازه منم شریک زندگی و یه همراه میخوام، یعنی میخوام بگم، نمیخواستم بهتون بگم. میخوای ازدواج کنی؟ دارم میپرسم، دارم ازتون میپرسم، نظر شما از همه چیز برام مهمتره. نظرتون چی؟ ها؟ یارن جان تو اعتراضی داری؟ اگه این اتفاق بیفته شما دوتا قبول میکنی؟ بابا بابا. اوه خلیل، بچه ها اینجا چی کار میکنید؟ ما غذا میخوریم. خلیل تو چی؟ محله رو میگردم. کار خدا رو ببینا، اگه میخواستیم هم اینجوری با هم برخورد نمیکردیم، قسمت بوده دیگه. یادگار اینجا یه ماهی شور داره، انگشتاتم باهاش میخوری درونت. اجازه میدی؟ میتونم بشونم؟ خلیل پسرم، یه ماه یه شور بیار اینجا. ما سفارش دادیم خلیل، گفتن یه ساعت و نیم طول میکشه. نه بابا اینقدر نمیشه، چرا بشه؟ بفرمایید آقا خلیل. آها ببین اومدش. آقا خلیل. بچه ها جلوی در اسممو فهمیدن. آفرین پسرم، آفرین. اومدش. چیلان اینا رو ببین. نگاه میکنن؟ نگاه میکنن داداش، هم مامانم هم خاله حسنا دارن نگاه میکنن. شانس ما رو ببینه، آتیش و باروز الان کنار هم دیگه وایستادن، با هم حرف میزنن. من چه میدونم؟ مامان من میدونه.
فقط ما نیستیم علی. به نظرم بعد از دیروز شما هم تو تیر رسشید. ما هم زیاد نمیتونیم فرار کنیم علی. تو به خاطر هنوبندون اینجوری لباس پوشیدی ما؟ نه خوش خندم، به خاطر تو. گفتم خاله حسنه منو میبینه اینجوری حداقل یکم آدم حسابم میکنه دیگه. نه عارفه، عارفه بله مامان، بیاد اینجا ببینم دخترم. علی شما هم برید تنها بگیرید پسرم، ما میخواییم واسه دختر رو لباس بگیریم. چشم خاله حسنه. هنوش هندی باشه. اصلا نگران نباش، برید دیگه. عرفه، عرفه، همین جوریشم ناراحتیم دخترم. افعی خانومم اینجاست. کاری نکن حرف بزنه بابات قاطی کنه ها. حسنا شما برید، منم میرم و زود میام دخترم. کجا همه؟ سرویس بهداشتی. میدونی کجاست؟ تو نگران نباش بهیه، من پیداش میکنم دخترم. منم باهات میام. ای بابا، یعنی توالتم باید با هم بریم صالحه؟ آره اینجا بزرگ عمه، بذار بیاد با هم برید. بیاید دیگه، برید عمه، برید عزیزم، برید. کجا میری؟ گفتم دیگه سرویس بهداشتی صالحه. سرویس بهداشتی این طرفه. تو رو هوا دنبال دستشویی میگردی؟ چشمات آلبالو گیلاس میچینن. تو برو، من میخوام یکم بگردم. ما به خاطر حاجی اومدیم، تو کجا میخوای بگردی؟ منم شب دارم میرم دیگه، یه لباسی چیزی. هی میگی کجا میری کجا میری. از اون روزی که به دنیا اومدم همش دنبالمی. ای بابا. برو، من میگه از روزی که به دنیا اومدم دنبالمی. چیلان این خیلی زرق و برقیه. باشه خواهر، منتظریم عزیزم. سفر خوبی داشته باشین. حسنا بگو چی شده عمه؟ مبجل زنگ زد. اون کی آبجی؟ همسایه عینی خلیل، قبلا خیلی به هم نزدیک بودن. همونی که دیروز با عروسش حرف زدیم. آره صبح باهاش حرف زدم، گفتم هنوبندون داریم بیا با هم حرف بزنیم. اون هم دستش درد نکنه حرفامو زمین انداخته، سوار اتوبوس شده داره میاد. میاد هنوبندون؟ بهتر از اون. چی گفتی آبجی؟ چرا با رمز و راز حرف میزنی حسنا؟ بهاءالدین دروغگو، از چشماش تشخیص میده. مبجل گفت حرف زیاد داره، همه رو میگه. دروغگو هم تا یه جایی میتونه دروغ بگه. بذارید بیاد ببینیم چه کاسه ای زیر نیم کاسه‌شه. بابا نکن خلیل، آرومتر. ای بابا آقا خلیل، خودت گفتی نمکشو بشکنم. نمک تموم شد، ماهیم تیکه تیکه شد. خیلی خوب، خیلی خوب، برید زود اینو درش بیارید، بیارید برامون. مامان میشه بابا با ازمون عکس بگیری؟ باشه 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 باشه، نبرش، با ماهی بگیر، با ماهی. یونس بیا، بیا پسرم، تو هم بیا، بیا 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 بیا. یه چند ماهی هست با بچه هام یه عکس درست حسابی نگرفتم، یادگار. خیلی خوب، الان میگیرم. حاضری؟ حاضری. یک دو بخندی. خیلی خوب، وایسا با این چکاشم بگیر، اینو بگیر دستت. آها آها، خیلی خوب باشه، الان میگیرم. خیلی خوب، بیا دختر. خیلی خوب، خیلی خوب پسر، ببر تیکش کن بیارش، برو. بیا دخترم. مامان خوب شد اومدیم اینجا مگه نه؟ خوشت اومده دخترم؟ خیلی. اعتراضی، شکایتی، چیزی در مورد اون موضوع نداری؟ من زود بر میگردم. بچه‌ها از اینجا مستقیم میریم خونه، همه چی رو آماده کردم، مامانتون ببینه حتما قبول میکنه. باشه
الو یادگار، چی شده؟ چی گفتم؟ جیوان، زود هیجان زده نشیا. باشه، بگو دیگه. میگم. خب؟ حله. چه میگی؟ یعنی یاره نول اخماش یکم رفت تو هم، ولی قبول کرد. یعنی قبول میکنه. جدی میگی؟ آره آره، من یاره نو میشناسم. اگه بخواد به یه چیزی اعتراض کنه از اول میگه. اگه از الان داره میخنده، پس یعنی حله دیگه. حله یادگار، حله. یادگار، به محض این که از رستوران در اومدی بهم خبر بده، واسه اون یکی کار عجله داریم. کدوم کار؟ تو خبر بده. باشه، خبر میدم. منم همینطور. فکر کنم خبر خوبی گرفتی. اونم چه خبر خوبی، اینجا واسمون خیلی شانس آورده. ممنونم آقا یکدم. ترسیدم یه وقت نیای الماس. خبر دادم دیگه. متشکرم. این برای توه. حالا کی میخوای بری؟ امشب، ولی اصلا وقت ندارم. آب جیمینا منتظرم. اگه قرار نبود با هم بریم یه جایی؟ آقا یکتا، تو یه بار رفتی 30 سال نیومدی. معلوم نیست مرده بودی زنده بودی چی کار میکردی؟ نمردم. اونو بالاخره فهمیدیم. ولی نتونستم برگردم. خب بگو چرا؟ دلیلشو اینجا نمیتونم بهت بگم الماس. من نمیتونم دم به دقیقه بیام بیرون آقا یکتا. من الان برای همین اینجام. هر چی میخوای بگی بگو، اگه هم نه که برو. مامان چی کار میکنی حسنا؟ لباس میبینم امه. لباس صورتی رو میخوای تن پسر کنی حسنا؟ نه. پس چی؟ پس اینا واسه کیان حسنا؟ امه، دوست داری حسنا با اینکه منتظر پسر دختر به دنیا بیاره؟ نه نه، همین جوری وقتی لباس بچه دیدم یه جوری هدیه‌اش. آره، واسه این که دختر جدیده واسه خانواده‌اش بفرسته. مگه اون دختر جدیده بی کس و کار نبود؟ خب این یه شهر بزرگه، خانواده هم نداشته باشه آشنا که داره. اما اگه تو اخلاق مامانه منو نمیشناسی خاله بهیه جون. میخواد واسه 7 پشتش هدیه بگیره. اخلاقش اینجوریه دیگه. اینا رو بده من مامان جون. من پول اینا رو حساب میکنم. آب جا چیکم باید لباسشو پوشیده باشه. تو یه سر به اون بزن. عارفه. ببین داداش، حنای گلدار، حنای عروس دومات، حنای هندی، حنای سیاه، حنا افغانی. وای داداش چقدر حنا اینجا هست، کدومشو بگیرم؟ خب از عارفه بپرس کدومو بگیریم دیگه. آره راست میگی، از عارفه میپرسم. نه خوب نیست. الو؟ بله ماهر. جیلان، آبجید با کی حرف میزنه دخترم؟ با ماهر. خدا میدونه تو مغازه چی دارن با هم پیچ پیچ میکنن. ماما، ماهر زنگ زده میگه حنا رو باید باز بگیریم یا تو بسته بندی باشه. ها بسته بندی دخترم، بسته بندی میدیم به مهمونا، یکم هم بازشو بگیره خودمون درست باشه. باشه. الو ماهر. بگی. به کسی ربطی نداره دختر من با کی حرف میزنه، با کی پیچ پیچ میکنه. هر کس بچه خودشو تربیت میکنه. آره فهمیدی؟ ولی تو خواب زمستونی حسنا، تو اصلا میدونی دخترت با هم گرم کنه؟ آره میدونم. دخترای من بدون خبر از من هیچ کاری نمی کنن. مثل پسر تو نیستن که بعد از به هم زدن نامزدی خبر دارشین. ما چیزی رو از هم قایم نمی کنیم. تو هم نمیخواد تو کار ما موش بدوبونی، فهمیدی؟ حواست باشه. هاچیک، حاضری دخترم؟ آبچی الان اگه اینی که گل انار داره رو انتخاب کنم میشه مثل لباس نامزدی؟ میمیشه دیگه. آبی هم نمیشه، چون از لباس نامزدی جیلان به این ور بتال همش آبی آبی میکنه. این سبز آبی هم هست ولی نمیدونم خوبه یا نه. کاش بتال الان اینجا بود آبجی. ببین پسرم، هاچیک عزیز دل منه، دختر منه،
قبلا خیلی مشکل داشته، خیلی سختی کشیده. بعد اومد توی خونه ما، ما هم هر کاری تونستیم براش انجام دادیم، دخترمونو ناامید نکردیم. قربونت برم با جونم، شبیه شاعر حرف میزنی. دختر اهل خونه است، بیرون زیاد نمیگرده، از کنار مامان حسناش هم جمع نخورده. این دختر حتی یه دونه دوستم نداره، فهمیدی؟ همه کس و کارشم باید. میخوام اینو بگم که باید از دخترم خوب مراقبت کنی. مراقبت میکنم در این مورد، اصلا مشکلی ندارم با جون. من وقتی هنوز نامزد نکرده بودی من مراقب قرص قبرم بودم. باشه پسرم، همش کنارش بودم که فکر نکنن بی کس و کاره. از کنارش جم نخوردم، احساساتم و عشقم و محبتم و همه رو. خیلی خوب دیگه، بس آقا. همش کنارش بودم، همش کنارش. ای خدا گفتم بس دیگه پسر جان. ای بابا همت گرم بابا جون. بریم سر اون یکی مسئله. تو اینجا گفتی من خوانندم ولی نتونستی کاری بکنی، اونجا چجوری میخوایید زندگی کنید؟ در اون مورد خیالت راحت باشه با جون، مغازه بابام هست، جشنواره موسیقی هم هست. چی هست؟ جشنواره موسیقی. میخوایم همه هنرمندای معروف استانبول رو ببریم و جشنواره بگیریم، همه افراد مشهور بهمون توجه میکنن. اون هنرمندا به جشنواره تاخه میان پسر. دست درد نکنه بابا جون، منو دست کم گرفتی ها. من شخصیت خیلی برجسته ایم، با یه حرف من احمد عزهان به اون بزرگی اومد خونه شما یا نیومد. تازه سرمایه‌م هم حاضره. سرمایه‌ت کجاست؟ اون تو وجودمونه، ما فامیل زیاد داریم، هر کی بیاد یه علنگوی طلا بیاره. آله ببین، عمو جانو چهار تا پسرش با دو تا دختراش، عمم اینا فامیلای مامانم، شما و کل خانوادتونم بیاید سالن کلم پر میشه، اشراف عینم هستن. حالا اگه تقریبی واسه قرص قمرم 20 تا علنگو 50 تا رو به سکیار 50 تا 30 تام طلای خیلی بزرگ 20,000 لیره هم پول نقد بیارن. طلا الان قیمتش چنده با جون؟ پسرا ما نمیتونیم این آدم با هم دیگه آخه بابا با دین، تو آدم عصبی هستی، قلبت هم آخه مریضه، واسه اون میگم. ای خدا، اگه طلا گرمی 147 لیر باشه، البته رو به سکر میگم، میتونی تو 145 تا حساب کنی. گوش کن بتال، تو زیاد اینجا نمون پسر. ببین برو به مامان حسداد کمک کن، مهمون دارن، برو. 30 تا 145 تا رو حساب کنیم میشه؟ چطوره حبجی؟ خیلی قشنگه جیلا، میخوای بگیریش؟ بذار اول آبجی حاجی تصمیمشو بگیره، یکم کوتاه نیست آبجی؟ علی اینا شب میخوان داداش به طالو ببرن بیرون، شاید اون موقع همدیگه رو دیدیم. نه جیلا خالی بگمش، چشش رو ماسون وقت تو هنوز داری. میگم مامان اینی شیر پشتمون وایساد. جدی وایساد؟ گفت من خودم دخترمو تربیت میکنم. زمش کرد، واقعا زمش کرد. ولی اینم گفت که دخترای من بدون خبرم کاری نمی کنن. حالا صبر کن دیگه، ما گفتیم نوبت شماست، صبر کن. خب آبجی. آی خدا چطوره؟ خیلی قشنگ گلم، خیلی شبیه پسته شدی آبجی حاجیک. بتال این رنگو خیلی دوست داره، همین امشب دیگه فقط میخوام برای هنابندون بپوشم، عمم که لباسشو به هم میده، خرج علکی نکنی. دختر مگه چند بار ازدواج میکنه؟ یه باید لباس خوب بپوشی، آرشگاه بری، خوشحالی کنی. امشب شب مهمیه. چی شد؟ میگیریمش دخترم، میگیریمش. نه آبجی، نه تو خدا آبجی، نه دختر، دختر نه نمیذارم، نه 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 مرگ من، نه نمیشه، نمیشه، خواهش میکنم، باید بگیریمش آبجی، نه بلم کن، میگیرمش، میگیرمش، ولکن، ولکن. آخه آبجی وایستا بابا حاجی. شما نه ممنون. چرا جیلان؟ کلی لباس دارم ممه، بعدن میگیرم. باشه پس من میذارمش سر جاش. علی کجا موندید پسرم؟ آخه کلی هنه مختلف فوتخال بهیه،
ما هم باید درستشو میگرفتیم دیگه، یکم گشتیم بعد درستشو پیدا کردیم، مگه نه علی؟ ها؟ تو چت شده داداش؟ ماهر من به کمکت نیاز دارم داداش. الهان تمام مراحلشو فهمیدی دیگه؟ باشه باشه، همه چی رو آوردم، منتظرم. مامان غذا خیلی خوشمزه بود، مگه نه؟ آره دخترم، خدا رو شکر شمام خوشحالی. خوشحالی بچه هامون اولویت داره، بچه هامون اولویت دارن، بچه هامون. خوبی بابا؟ خوبم دخترم، میدم یکم درد گرفت. مریض شدی؟ نه پسرم، خوب بودم. فکر کنم ماهی حالمو بد کرد. مامان جوشونده نعنا و لیمو واسه بابا درست میکنی؟ نه دخترم نیازی نیست، الان میره دارو میخوره خوب میشه. تو خونه قوری دارم ولی بلد نیستم درستش کنم، مجلدی و هزار درد سر دیگه. مامان واسه همون جوشونده نعنا و لیمو درست میکنی؟ یارین ماما لطفا دیگه. اصرار نکن دخترم، اگه تو هم سختت میشه یادگار. وای خدا دارم میمیرم. باشه باشه من درست میکنم، بیا بریم. بریم. آب اسفنجی داداش بتار. روزتون بخیر. روز خوش داداش. بریم بریم تو یادگار. میای با هم تو بازی کنیم داداش بتار؟ آی عزیزی دلم، منم خیلی دوست داشتم ولی من یکم کار دارم، باید برم ترمینال دنبال خاله مبجلت. اون دیگه کیه؟ یکی از دوستای آنتپی مامان حسناست. مبجل خال خالی؟ من نمیدونم خال داره یا نه، فقط از ترمینال برمیدارم و میارمش. آه خلیل، این همون همسایه کناری شما نیست؟ آه والا داره میاد حلا بندون من، ولی مثل این که با بقیه هم کار داره. دیگه وقت منو نگیرید، من باید دارم کار دارم، بعدا حرف میزنیم. خدا فس فرفری. حالت خوبه بابا؟ آره خوبم دخترم. رنگت پرید خلیل. یادگار من رفتم. چی شد پس؟ ما هم داشتیم میامدیم. نه خوبم خوبم دیگه خوبم. میگفتی خوب نیستم که، لیمون انا میخواستی. نه بابا خوبم چیزی نیست آخه. ولی مریض شده بودی بابا. نه دخترم خوبم چیز شده بود، دل پیچه آنی بود رفت شد دیگه، چیزی نیست، یکم استراحت کنم کلن خوب میشم. ولی بابا. برید دخترم برید 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 یادگار، روز خوش. ای خدا ای خدا، بیا بریم دخترم. یونس بیا. 105 یه 5 تا هم باید از اینجا در بیاد دیگه. دیگه ندارم دیگه، همینه دیگه. ببین پسر، اگه میخوای واسه عارفه چیزی بگیری پس. میخوام داداش ولی لازم نیست، شما هنوز کامل به هم دیگه نرسیدی، تو بگیر، تو اولویتی. دمت گرم داداش. خواهش میکنم بریم. الو اونجا ترمیناله داداش؟ من خلیلم، خلیل بنزین فروش آنتپی، از هر راننده بپرسی میشناسدم. ببین داداش یه اسمی بهت میگم ببین اومده یا نه. آره اسمش مبجل سیمنه. تو یه نگاهی بکن، یه نگاه کن. یعنی چی نیست؟ ای بابا اتوبوس چی؟ اتوبوس؟ اگه اتوبوس اومده پس این زنه کجاست؟ اگه اتوبوس اومده؟ ای بابا خیلی خوب، زیاد حرف نزن، قطع کن بابا، قطع کن، میخوام به یه جای دیگه زنگ بزنم. ای خدا ای خدا. الو من خلیلم، خلیل بنزین فروش آنتپی. الو چی؟ یه اسم تو ببینیش میشناسیش؟ آره میشناسمش، سبز پسته‌ای بود، بندم نداشت. سبز پسته‌ای؟ آها چنده؟ بفرمایی چه کمکی از دستم برمید؟ ما میخواییم این لباس رو بخریم. چه سایزی؟ چه سایزی؟ سایز خودتون، یعنی مثل شماست، حتی یکم پیشم اینجا بود. میدونین موهای اصلی با چشمای سبز روشن داشت، خیلی خوشگل و تو دل بروه. باشه خیلی خوب داداش. یادم اومد. خب سایز اون رو داری؟ این اندازش میشه. ببین ببین بفرمایید. یه نگاه میکردی؟ باشه ممنونم. بفرمایید. دیدی؟ ندیدی که
خوش اومدید. ممنونم. فقط یکم عجله داریم، تو جعبه کادویی هم بذاریمش. ممنون. نقد پرداخت میکنید یا با کارت؟ نقد، نقد میدیم. ماهر. ها. این دیگه چیه؟ این چیه؟ باید بگیم ابجل بتال، این زن فقط به خاطر ما داره میاد، حواست باشه ها، تو ترمینال تنها نمونه. بجنب بجنب دیگه، ورش دار بیار بجنب. اوف ای بابا، زن بیچارم به بتال سپردی. میخواد یه ترمینال بره و بیاد دیگه آبجی، اینقدر که میتونه. اگه کارمون تموم شده بود علی میرفت میآوردش. عمه جون کجا موندی عمه؟ خب حسنا یکم گشتم دیگه. نگرانت شدیم عمه. هرچی هم زنگ میزنیم جواب نمیدی. آی نشنیدم حسنا. آی بجنبید دیگه، خیلی کار داریم، مهمونی داریم، هنو بندون داریم، بجنبید. ماشینا کجا عارفه؟ من چه میتونم، مامان دارن میان دیگه. ماشین نیست، اون نیست، عمه نیست. یک تا چی گفت؟ چی میگی؟ چه یک دایی ساله؟ آره یک تا. تو خواهر 60 ساله تو گول میزنی ها؟ آه بالاخره اومد، بالاخره اومد. خاله حسنا تو تصفیه حساب یکم به مشکل خوردیم، شرمنده دیر شد. الان مهمونا میان، دیرمون شده بسرم. بریم دیگه بریم. عارفه تو برو تو اون یکی، اون یکی، اون یکی. برو دیگه، برو، برو دخترم. منم میرم ماما. برو دخترم، برو، برو پیش آبجی باش. آفرین دختر عاقل من. بدش من آبجی. نه سوار میشیم. بریم. چی کار میکنی؟ زود باش را بیفت. ساعت چند شد؟ ببندش خاله حسنا. آقای راننده تونتر برو، عجله داریم، مسافرمون منتظره. گاز بده داداش، گاز بده، زود باش. یادگار جیوان، ببخشید دیر کردم. چطوری؟ خوبم، خوبم، عالیم، خوبم، بچه هم خوبن. جیوان همه این کارهای خدا حکمت دارن. میبینی شاید یارین چون باباش اومده چیزی نگفت، ولی بازم باهاش حرف میزنم. این چیزی نیست که تو یه بار درست بشه. یادگار بیا بریم. کجا؟ کار داری؟ چه کاریه جیوان که از صبح تا حالا میگی؟ میخواییم وقت بگیریم. چه وقتی؟ عقد. عقد؟ من که مسئله بچه ها نبودم. خب یارن اعتراض نکرد که. آره نکرد، ولی خیلی خوب دیگه. یادگار گفتیم ازدواج میکنیم، به بچه هم گفتیم، دیگه منتظر چی؟ آخه جیوان ما که هنوز به کسی چیزی نگفتیم. آبجی اینا چی؟ آبجی اینا واسه هنوبندونه ها چیک، سرشون شلوخه. بیا ما وقتمونو بگیریم، هر وقت تو تمومش کردی به آبجی اینا میگیم، تا اون موقع بچه هم عادت میکنن. باشه؟ وقت میگیریم؟ یعنی چند تا کار هست، ولی آره وقت میگیریم. وای چی با یادی کار، بیا بریم دیگه، خیلی کار داریم. اینجا جای کسی نیست خاله جون. بشین دخترم، بشین. منم الان یکی میاد دنبالم، منتظر آشناهامم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت.
مامان با بابا ازدواج نمی کنه. اگه هر کاری هم می خواد بکنیم بازم باش ازدواج نمی کنه. ولی بابا گفت که نقشه داره. پس با کی ازدواج می کنه آبجی؟ یعنی الان اینجا نوشته یادگار و جیوان میتونن ازدواج کنن؟ تا اون موقع کارای خونه رو هم تموم میکنیم آبجی حسنا. اونام درک میکنن، یعنی آبجیم یکم ناراحت میشه ولی خدا رو شکر شوهر خواهرم هست. شوهر خواهرم آدم با درکیه، اون ما رو درک میکنه. جیوان وقتی بهش فکر میکنم. فکر نکن، ولش کن، هرچی میخواد بشه بشه. ای مردم مردم، همه جای بازار رو زیر پا گذاشتیم. ای وای، خوش اومدی خاله حسنا. ممنون عزیزم. ای پاهام دارن میشکنن عمه. خسته شدیم دیگه حسنا. قهوه دم کنم خستگیتون در بره آبجی؟ آره تو وایسا، من خودم دم میکنه. ندا دم میکنه دیگه دخترم. تو خیلی کار داری ولش کن، ندا دم میکنه، برو دخترم. عمه الماس، آبجی ندا پیش ما میمونه؟ آره پسرم، خاله حسنا و با بزرگ بهایدین اگه قبول کنن میمونه. خب کجا میخوابه؟ خب آبجی ها چیکت داره میره خونه خودش، یه خونه بزرگ این ویلا داره، ما هم اتاق آبجی ها چیکتو میدیم به آبجی نداد. خب دیگه پسرم این پول مال خودته، دستت درد نکنه. ما گفتیم احتیاج داریم، تو هم دادی، الان چی شده؟ لازمش دارم بابا، ولی نه همشو. باشه اونشو فهمیدم، ولی خب دیگه بابا، پس نپرس، لازم دارم دیگه. اینجا ندارم، بیا بریم بیرون، کتمو بیار بریم. بذار منم پیشبندمو در بیارم. خیر باشه. یه کار کوچولو با علی داریم، من میرم زود میام. خوش بابا حسنا، چیتی بی کچلو فرو مبجل کو داره میاد. بنر دستم گرفتم و زمین و زمان یکی کردم، مگه میشه خاله مبجل اونجا ول کنم بیام؟ گاوه، این گاو میمونه حسنا. مبجل ممنون خواهرم. ممنون خوش اومدی. ممنون. ای بیا تو عزیزم. خوش اومدی دخترم. ممنون حسنا. خونه خلیل کجاست؟ ها همین رو به رو همسایه تو بود، الان شد همسایه ما. استغفر الله. تو از کجا میدونی؟ بذار یکم استراحت کنم بعد همه چی رو میگم. بیا بیا عزیزم. هنا بندونه آبجی هاچی که پسرم، همینجا بمون دیگه. من نمیمونم، من میخوام برم. چرا؟ مردا میرن اونجا، مگه نگفتی تو هنو بندون مردیست؟ مگه من مرد نیستم؟ ای بابا، مردا میخوان اونجا چی کار کنن مامان؟ اونا میخوان اونجا غذا بخورن دیگه. داداش به تالتون برنامه ریخته، علی، ماهر، بابا بزرگ، بهایدین، داداش جیوان، همه با هم. داداش جیوان هم میره؟ آره میره دیگه، مگه چی؟ داداش جیوان. خوشتیب خان، حاضری؟ حاضرم. بیا بریم، امشب شام مردونه داریم. ای خدا، گیر داده میگه منم میخوام برم پیش مردا. معلومه که باید بیاد، وسط خانما چی کار داره؟ مگه نه پسرم؟ شلوغ نکنی پسرم، کسی رو ناراحت نکنی. باشه تو نگران نباش، به تو میسپارمش. خوشتی بیا بریم دیگه، بریم. خدافظ شاهزاده خانم. میبینمت داداش جیوان.
هر جوری حساب میکنم میبینم نمیشه، نمیشه. الان ما دخترمونو با این خواننده میخواییم بفرستیم این حسنا، واقعا این کارا میخواییم بکنیم؟ آره خودت گفتی. خب گفتم، ولی خب مگه خودت منو از آنتب نیاوردی اینجا؟ تو منو با بتال یکی میکنی حسنا. نه نه، ولی همش این بر اونور ول میگرده. اگه دخترمون اونجا به مشکل بخوره چی؟ شهرش دیگه، بهای دین، فامیلاش هستن. کدوم فامیلا؟ این همه سال کی اومد پیشش؟ کسی یه سراغ ازش گرفت؟ آره راست میگی، ولی خودش میخواد دیگه، عاشق شده دیگه، راه برگشتی نداره. همین جوریش هم اشکش لبه مشکشه. اگه ما هم با ناراحتی بریم پیشش؟ خیلی خوب باشه، برعکس، باید بهش روحیه بدیم، حمایتش کنیم. اینا بگیر بده به حاجیک. بهای دینه اونم تو این وضع عزیز دلم؟ به این چیزا فکر نکن، تو بده بهش، نمیخوام تو خونه مردم بدون پشتوانه باشه. بده بهش. بهای دینه ببین، هر روز صبح باید 5 تا پیراشکی به فرفری بدی. مامانش میگه نه ولی تو کاریت نباشه، پسرم زیاد صابونه میخوره. داداشم، داروی داداشم تو کابینت بالای آشپزخونه است، قبل از سر کار رفتن باید حتما یه دونه بخوره. یادم نمیره. من که چشم آب نمیخوره یادت نره، ولی ولش کنم جیم یادت میندازه. بزرگتره چی؟ اونا را میگم سب کن. ببین سبزی خشکی امه صالحه باید از این بیاد، خالصه خالصه، تو همون بسته بندی و تو همون ظرف، هیچ چیز دیگه هم نمیخوره، فهمیدی یا نه؟ پیازچه تازه ها؟ پیازچه تازه دوست داری یا نه؟ باید دوست داشته باشی، اگه نداشته باشی کارت تمومه. کارای این خونه سخته، زیاده، جمعیتی زیاده، ولی داداش آبجین باعث میشن آدم همین چی رو یادش بره. پا تو که گذاشتی تو خونه میشی عضو خانوادهشون، میشی عزیز دلشون، عزیز قلبشون. قدرشون رو بدون. تازه الان یکی هم داره اضافه میشه. بچه؟ آره. من نتونستم عارف و جیلان رو بزرگ کنم. خودم بچه بودم، ولی الان که این بچه داره میاد فکر کردم میتونم خودم بهش قضا بدم، پوشکش رو عوض کنم، دنبالش بودم، این بچه خودم مراقبش باشم، ولی قسمت نبود. ببین باید این چشمت از اون بچه مراقبت کنی، باید از همه ی اهالی این خونه این چشمت مراقبت کنی. علی 2 دقیقه بیا. چی شده؟ جیلان چی شده عزیزم؟ چیزی نشده آبجو. چند تا سفارش واسه هنو بندون داشت آبجو آتشیک. باشه من میرم یارمش. نه لازم نیست. ببین جیلان اگه بگی ندا میره میگیره، من میدونم. نه بابا خودم میگیرم. باشه ببخشید. چی شده؟ قاسم از یه طرف، یکتا هم از یه طرف دیگه. میخوای چی کار کنی الماس؟ چه میدونم صالحه، گفت رفتم فرار کردم، حالا هم برگشتم. خب بعدش چی؟ بعدشو میگه هر وقت با هم تنها بودیم میگه. آه. این همه وقت چی کار میکرده؟ یا اینکه بعد این همه وقت واسه چی اومده؟ باشه خوبه داری میری این. اگه اینجا میموندی بهایدین میفهمیدین آدم دنبالته، خب آخ قیامت به پا میکرد. نه نمیشنوه، تو ناراحت نشو. بیا این مال توه. این چیه؟ علی بچگیات هم پیرن خیلی دوست داشتی، هرچی لباس مجلسی بود و میپوشیدی.
باشه ولی این خیلی بهت میاد. این خیلی گرون علی. عیب نداره جیلان، من قسم خوردم تو رو خوشحال کنم، فقط کافیه تو بخندی. بخند برام، دنیا هم رو سرم خراب بشه دیگه واسم مهم نیست. علی خب ببینم، ما تا کی میخواییم فرار کنی؟ زیاد طول نمیکشه. خب میخواییم چی کار کنی؟ من یه راهی پیدا میکنم جیلان، بهت قول میدم. کت و شلوار بهت میاد. منم به خاطر خودمون پوشیدمش دیگه، امروز هیچ اشتباهی هم نکردم. یه چیزی بهت بگم، من کم کم دارم خودم رو تو دل خاله حسنا جا میکنم. عجب. ولی من گرم کنم خیلی دوست دارم، خیلی بهت میاد. میشی ماهر خودم. این مال توه. این چیه؟ باز کن ببین دیگه. ماهه؟ خب من مثل علی نتونستم یه چیز شیک بگیرم، ولی بهم قول بده که حتما اولین چای تو تنها بخوری. باشه؟ آخه چرا؟ هیچی، همین جوری قول بده دیگه. خیلی خوب. باشه. آبجی بیا دیگه، مهمونا دارن میان. باشه باشه، اومدم جیلان. خیلی خوب. باشه. ببین منو قول بده. باشه، موقع خوردن چاییت هم حتما بهم زنگ بزن. باشه. خیلی خوب. حالا حاضره؟ آره مبجل. منو رو مبجل خانم میخواد بزنه؟ ای عمه، مبجل زندگی خیلی خوبی داره، باید شوهرش رو بشناسه. خدا بهش عمر بده. قسمت چی باشه؟ خب چی؟ خب گفتی میدونی خلیل داره چی کار میکنه؟ گفتی میگی، میخواییم بدونی واسه چی بعد از این همه وقت اومده. میگم. الو یارن جان، چطوری دخترم؟ چی کار میکنید؟ اوضاع خونه چطوره؟ خوبه بابا، همون جوری که بهت گفتم. تو چی کار میکنی؟ باشه باشه، تو نگران نباش. قبلا خیلی ها رو ناراحت کرده، به خیلی ها ظلم کرده. آره، ما هم شنیدیم. با یادگارم بد تا کرده. آره، درسته. خدا لعنتش کنه. واسه چی اومده؟ منم میخوام همونو بگم. خب؟ اشتباهشو فهمید، پشیمون شد، میخواد خانوادهشو برگردونه. خب دیگه؟ همش بچه هم میکنه، مشکل دیگه ای نداره. خب؟ میگم اونجوری که شما فکر میکنید نیست حسنا، میخواد خانوادهشو برگردونه. آه، همسر سابقش چی؟ طلاقش داد، بچه دارم که نشدن، پدرشو از دست داد، مادر و خواهر و برادرم که نداره. هدف دیگه چیه؟ نداره. اصلا ای خدا. مامان جون. عرفه. مهمونا اومدن. بریم هستا. ای وای زشت. بریم باشه. بریم خوش اومدین. ممنونم، ولی تو دست مامانت ببوس ببینم، از این به بعد خونه زندگیت با اونه. بله، بذارید ببوسم ماما. ممنون عزیزم. عارفه، دایید کجاست دخترم؟ تو اتاق آبجیات کاره، الان میاد. همه شب بخیر. وای وای، چشم حسود کور بشه. جیلانم، خیلی خوشگل شدی دخترم. ممنونم ماما. لباس تازه؟ نه خاله، به یه از دوستم گرفتمش. زود بشه دیگه، شروع نمی کنی؟ تو بودو برو یادگار صدا کن. آره، عروس خانم شب مسافره. آره، باید زودتر شروع کنم. ندا سینیو بیار بده دخترم. باشه، پس من میرم مامان چون. باشه، بودو برو.
چطوره؟ وای خیلی بهش میاد. ولی ما هم در حد خودمون یه کاری کردیم دیگه علی. نه بابا چه کار کردی؟ لیوان جادویی؟ دقیقه. تو اینا رو از کجا پیدا میکنی داداش؟ بالاخره ما هم یه آشنایی داریم دیگه. تو اینترنت میگردم این ور اون ور. یعنی تنها تفریح هم کباب زدن نیست، کار دیگه هم میکنم. سارا تو میخوای منو دیوونه کنی؟ شب علوبندون بها جون آخرین شب مجردی منه. میخوام یکم خوش بگذرونیم و با بربچ اشغال کنیم. ما داریم دخترمون رو راهی میکنیم، اون وقت تو به فکر حال کردن خودت یاره. بابا بها جون من واسه چی آخه ناراحت باشم؟ من دختره رو برمیدارم میرم. چی شده شوهرخر؟ میخواییم بشنیم غذا بخوریم بریم. بچه هم با خودمون آوردیم، دخترمونو میخواییم راهی کنیم، از بچه همون دور میمونیم، اون وقت تو همش دنبال حالی. استغفرالله داداش جوان، یه ذره میخواستیم خوش بگذرونیم، رفتم کنون موسیقی آورده. بفرست برن، منم کافی نکار، بفرست برن. آخ قلبه، زود عصبانی نشه با جون، الان حلش میکنم، باشه حلش میکنم. جم گیری کرده ما. بیا شوهرخر بیا، حواسش نبوده. از صبح تا حالا ناراحت شدیم، غصه خوردیم، یکم خوشحال باشیم، نه حسنا؟ آره راست میگی عمه، هاچیک دخترم. نه آبجی، به خدا دلم نمیخواد. ببین، ندای ما خوب بلده. بیا دختر همه. خب دیگه حنا رو بذاریم. بذاریم دختر قشنگم، بیا عزیزم، مشتتو باز کن. کجا شوهر خواهد؟
داری میری استا؟ برم دیگه، باید هاچیکو امتو راهی کاری. پس ما هم همراهت میهیم. نه شما بشینید، عجله ایم نه. بذارید من برسونم به سلوسا. آره ماشینت کجاست ماهر؟ لازم نیست علی جان، ما با طوفان زرد میریم. ها یکم هوا میخوریم حالمون رو بهتر میکنیم. بابا دورم نشسته بودیم. ببین پسرم تا میخوای راه بیفتی دیر نکنید. نگران نباش شوهر خواهر. بریم طوفان زرد. بشین. خداحافظ حسن خانم. سفر بخیر. کاش یکم دیگه میموندی. بهایدینم تو راهه. فامیلم منتظره حسنا. گفتید نزدیکه. راننده هم که آشناست. اونجا هم که فامیلم هستن. تو هم خیالت راحت باشه. ولی اینجوری نمیشه. میشه. نگران نباش. حرفامو فراموش نکن. خلیل. حواست باشه خواهر، بهش کمک کنی. خیلی خوب باشه. سفر بخیر مبجل خانم. شب شما بخیر. حسنا چی میگه؟ گیر داده به زندگی خلیل. مگه نگفته بود حرف زیاد داره ها؟ آره ولی این زن از آنته پا شده اومده بگه زندگی خلیل رو نجات بدی؟ ای بابا بریم.